هنوز ماها تا انتخابات دهم ریاست جمهوری باقی مانده بود که یک نشریه تیتری عجیب برای صفحه اول خود برگزید: پایان مدارا. برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هست. اکبر هاشمی رفسنجانی، رقیب محمود احمدی نژاد در انتخابات نهم ریاست جمهوری، در سخنرانیش در سمپوزیوم ایران 1404 از پایان مدارا با دولت خبر داده بود. یک ماه پیش از این سخنان هاشمی رفسنجانی، برخی نشریات اعلام کرده بودند که طرح دولت وحدت ملی به پیشنهاد علی اکبر ناطق نوری و موافقت هاشمی رفسنجانی در دستور کار قرار گرفته است. احزاب سیاسی مانند مجاهدین انقلاب و کارگزاران سازندگی و حزب مشارکت از مدت‌ها قبل سناریوی نب احمدی نژاد به هر قیمت ممکن را عملیاتی کرده بودند. در این میان یک نشست سیاسی در آذر ماه 1387 سناریوی دولت وحدت ملی را جدی‌تر از گذشته نشان می‌داد. علی لاریجانی بیش از 1000 نفر از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی را گرد هم آورده بود تا رؤسای پنجگانه مجلس برای آنها سخن بگویند. اکبر هاشمی رفسنجانی، غلامعلی حداد عادل، علی اکبر ناطق نوری، مهدی کروبی و علی لاریجانی. تصاویر منتشر شده از این دیدار نشان می‌داد که کار دولت وحدت ملی به جای باریکی رسیده است. اما چند روز بعد یک نویسنده اصولگرا درباره طرح دولت وحدت ملی نوشت: اگر هاشمی و ناطق نوری موفق شوند طرح دولت وحدت ملی را تحقق بخشند و ائتلافی از بخشی از جامعه روحانیت مبارز، احزاب جناح راست تا کارگزاران و اعتماد ملی و حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب و با حضور ناطق نوری و کروبی و حسن روحانی و خاتمی تشکیل دهند، آنگاه بار دیگر سفارای سوم تیر 84 تکرار می شود. چندی بعد محمد خاتمی در هماهنگی آشکار با هاشمی رفسنجانی کاندیدای انتخابات دهم ریاست جمهوری شد. اما پس از چند روز میرحسین موسوی که گفته بود طرح دولت وحدت ملی را اجرا می کنم، در فرایند مشکوکی جایگزین خاتمی شد و این ورود و خروج نقطه آغازی برای سناریوی عجیبی بود که پایان عهد میان روی را برای اکبر هاشمی رفسنجانی رقم زد. مطمئنن در این جمعی که من حضور دارم و افتخار حضور دارم نیاز نیست من شرایط الان رو باز بکنم. من مطمئن هستم و تو امیدوارم که این اتفاقی نیفته. اگر بر اثر خطای ماها این دولت دوباره پیروز بشه، مطمئنن دیگه بر ایشون امر مشتبه میشه و خودش رو امام زمان میدونه. اما در ورای تحرکات انتخاباتی و اردوکشی‌های خیابانی سناریوی دیگری در حال اجرا بود. بهزاد نبوی میگه سعی کنید احمدی نژاد را کاندید رهبری معرفی کنید که اگر شکست خورد
رهبری شکست خورده است. ما یک بار این کار را در خرداد 76 انجام دادیم، ضربه سنگینی بود و به سختی از جا بلند شدن. الان باید ضربه نهایی را به رهبری بزنیم. آقای خاتمی میگه که میگه من اگر به قدرت برگردم از جایگاه ولایت فقیه و رهبری چیزی باقی نخواهم گذاشت مگر یک جایگاه تشریفاتی. صندلی را باید از زیر پای رهبری کشید، فرش را باید از زیر پای مقام معظم رهبری کشید. به ایشان گفتم هدف ما تا مدت‌ها این بود که مقام رهبری. بهزاد نبوی میگه که از لجبازی هاشمی با احمدی نژاد باید حد اکثر استفاده رو ببریم، از بحث شورای فقاهت هاشمی باید حمایت کنیم و رهبری را منزمی کنیم. آقای مهدی هاشمی ببین چی میگه. آقای مهدی هاشمی میگه که اگر پدر من بیاید قانون اساسی را تغییر میدهد و اصل ولایت فقیه را حذف میکنند و یا مصداق آن را تغییر میدهد. تر محدود پاسخگو کردن رهبری، فعال کردن مجلس خبرگان جهت نظارت و نقد رهبری، شورایی و مدت دار کردن رهبری. آقای موسوی خوئینی میگه که بابا دو تا 5 سال بشه رهبری تموم بشه بره به کارش دیگه، یعنی چی؟ تا انقلاب، تا ظهور امام زمان ادامه پیدا بکنه. همین حرفو که آقای موسوی خوئینی زد، یه هفته دو هفته بعدش آقای هاشمی همینو تو مجلس خبرگان مطرح کرد. حالا ما تو مجلس خبرگان به این نتیجه رسیدیم که بشیم یه بررسی بکنیم ببینیم بالاخره رهبری چیکارش بکنیم، زماندار باشه، شورایی باشه، چطور باشه. تبلیغات رسمی انتخابات دهم ریاست جمهوری از روز اول خرداد 88 شروع می شد و نظرسنجی ها از برتری محسوس احمدی نژاد نسبت به موسوی خبر می داد. هرچند روند تبلیغات و برتری موسوی در شهر تهران نقاط جدول نظرسنجی را به هم نزدیکتر می کرد. هنوز معلوم نیست ایده مناظره در انتخابات دهم ریاست جمهوری را چه کسی پیشنهاد داده است، اما بیشک همه راه‌ها در این انتخابات به مناظره‌های انتخاباتی برمی‌گشت. از قضای روزگار فینال مناظره‌ها در شب 14 خرداد برگزار می‌شد. محمود احمدی نژاد، میرحسین موسوی. قرعه آغاز سخن به نام محمود احمدی نژاد افتاد و او آنگونه که وعده داده بود طوفانی آغاز کرد، طوفانی که گرد و خاکش را هنوز می‌توان دید. باور من اینه که امروز آقای موسوی در برابر من نیست، تنها آقای موسوی نیست، بلکه سه دولت پی در پی در برابر بنده قرار گرفتند. هم آقای موسوی است، هم آقای هاشمی است، هم آقای خاتمی، که بنده در برابر یک کاندیدا نیستم، در برابر یک مجموعه هستم که با محوریت آقای هاشمی و همکاری آقای موسوی و آقای خاتمی علیه بنده حرکت کردند. در انتخابات قبل از داخل و خارج به رقیب من پشتیبانی شد و کمک شد. در همون اوائل این دولت آقای هاشمی پیغامی برای یکی از این پادشاهان حاشیه خلیج فارس فرستاد که شما نگران نباشید، ظرف 6 ماه این دولت ساقط می شود. صحبت های خوبی هم مطرح شد که بنده به صورت روشمند میخوام باش برخورد بکنم و جواب. آقای هاشمی، آقای خاتمی اشخاص بزرگی هستن که خودشون با آقای دکتر باید مناظره کنند و جوابهاشون رو بدن و بنده یه مشکلاتی با دولت دارم و به خاطر خطری وارد این صحنه شدم که در مورد اونا صحبت خواهم کرد و وارد دوران آقای هاشمی و آقای خاتمی نخواهم شد. حقیقت شده که من در مورد آینده کشور احساس خطر کردم با این مدیریت که حاکم هست. من سوال میکنم از شما،
در زمان آقای هاشمی تورم شد 49.5%، 49 میلیارد دلار استقراض خارجی کردیم، بحران‌های اجتماعی بسیاری از شهرهای بزرگ ما رو در بر گرفت، عده زیادی کشته شدند، شما احساس نگرانی نکردی؟ وقتی در 18 تیر جریان برانداز شروع کرد، میخواست تهران رو بگیره، حرکت کنه به سمت مرکز حکومت، علناً اطلاعیه دادن و از بیرون از کشور هم حمایت شدن، به قول خودشون میخواستن انقلاب مخملی را بندازن، شما نگران نشدید؟ وقتی که در مجلس شورای اسلامی در مجلس ششم تحصن کردن، از همونجا با کنگره آمریکا تماس گرفتن که آقا بیاد کمک ما بکنید، شما نگران کشور نشدید؟ در همین تهران آقای موسوی مقاله نوشتن دوران امام تمام شده است، دولت وقت از اون مقاله نویس حمایت کرد، شما سکوت کردید و امروز میگید که از مسیر امام انحراف اتفاق افتاده و نگران شدید. چرا ما این بحث میکنیم؟ خب آقای خاتمی آدمی است که یه آدمی کمی هم نیست، آدمی است که در سطح جهان مطرحه، در سطح کشورمون مطرحه، 8 سال هم رئیس جمهور بوده. آقای هاشمی هم همینجور، خب ایشون مجال صحبت و گفتگو با اونها دارن، میتونن در رادیو تلویزیون این صحبت رو برقرار کنم. خب اینا همش برمیگرده، بنده یه روشنفکر هم هستم، چیزم فرنگستان هنرم هستم، چه ربطی به بنده داره؟ عقاید بنده داره. بنده من میگم آقای موسوی، آقای هاشمی و آقای خاتمی حرف درست است. شما سخنرانی دختر آقای هاشمی در جلسه‌ای که همسر شما و جناب آقای خاتمی هم حضور دارند، ایشون قشنگ تشریح میکنه، میگه دوره اصلاحات ادامه راه سازندگی است، در این دولت آسیب دیده، ما آقای موسوی رو میخوایم برای اینکه استمرار همون راه. صحبت‌هایی که اون موقع میشد این بود، یعنی صحبت‌هایی که حداقل خود من می‌کردم، که ما اتفاقاتی که در دوره سازندگی افتاد، وقایع مثبت، آبادانی کشور، رشد بسیاری از حیطه‌ها و زمینه‌ها، اونها رو به یاد می‌آوردیم و می‌خواستیم برای اینکه از خاطرها نره، متوقف نشه، ادامه پیدا بکنه، مردم به سید محمد خاتمی رأی بدن. تا دوران سازندگی بتونه با افتخار ادامه پیدا بکنه. الان شرایط دقیقاً برعکسه. آن نگرانی های موسوی مردم هم میدونن. جناب علی فرمودید افتخار میکنید به حمایت آقای هاشمی. معناش چیه؟ بالاخره یه معنایی داره. باور ما اینه که صحنه‌گردان اصلی اصلا آقای هاشمی است. پسرای آقای هاشمی چه کار میکنن در کشور؟ بیقانونی ایناست جناب آقای موسوی. استاد اویل بیقانون نیست که طرف میاد اینجا محاکمه میشه، محکوم میشه، از زندان فراری داده میشه و میره خارج و تش پسر آقای هاشمی است. من نمیدونم چجوری باید جواب بدم. یکی از مشکلاتی که صحبت کردم با آقای احمدی‌نژاد هست، یه چیزاییست که کمی غیر عادی و غیر چیز. ضعف بیان موسوی و ضربات دقیق احمدی نژاد در این مناظره کار را برای کندیدای وحدت ملی هاشمی رفسنجانی تمام کرده بود. دقایقی پس از مناظره واکنش‌های حامیان دو کاندیدا برنده و بازنده را نشان می‌داد. مناظره کارش را کرده بود. نظرسنجی‌ها نشان می‌داد که موسوی به احمدی نژاد نخواهد رسید. قانون من فکر می‌کنم آیا قانون آقای مجری محترم، آیا قانون اینه که یادداشت کاندیدا رو بخونن؟
آیا چنین حقی وجود داره؟ آیا قانون اجازه داده یادداشت به کاندیدا سانسور بشه؟ آیا قانون اجازه داده یادداشت به کاندیدا پاره بشه؟ آیا قانون اجازه صبح روز 14 خرداد 20مین سالگرد ارتحال امام خمینی برگزار میشد و همه منتظر روبرو شدن احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی بودند. دقایقی پس از پایان برنامه تصاویر از رد و بدل شدن یک نامه و گفتگوی نچندان دوستانه احمدی نژاد و هاشمی خبر میداد. ساعتی بعد یک سایت وابسته به مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی محتوای گفتگوی احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی را منتشر کرد. این سایت نوشته بود: هاشمی گفته است مطالبی که درباره او و خانواده‌اش گفته شده نادرست است، اگر جبران نشود او پاسخ خواهد داد. این تهدید اما در احمدی نژاد اثری نداشت، هرچند احمدی نژاد دیگر نام هاشمی را در تبلیغاتش نیاورد. در هفته آخر تبلیغات تمام افراد خانواده هاشمی رفسنجانی با انجام مصاحبه‌های متعدد و نوشتن نام‌های سرگشاده کوشیدند تا پاسخ سخنان احمدی نژاد را بدهند. آنها زمین را برای ضربه آخر مهیا می‌کردند. هاشمی رفسنجانی نامه سرگشاده تندی خطاب به رهبر انقلاب نوشت. نامه‌ای که به گفته علی هاشمی برادرزاده رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یا کار را تمام می‌کرد یا کار را خراب. هاشمی در این نامه که به نامه بدون سلام و والسلام معروف شد، خود را دوست دیروز، امروز و فردای رهبری خوانده بود. او به صراحت احمدی نژاد را با بنی صدر مقایسه کرده و از سکوت و حمایت رهبر انقلاب از رئیس جمهور اظهار ناراحتی و نگرانی کرده بود. روایت هاشمی رفسنجانی از دیدار صبح روز 14 خرداد نیز این گونه بود: به آقای احمدی نژاد گفتم که در اظهارات او خلاف گویی‌های فراوانی وجود داشته و ادعای کذب تماس تلفنی من با یکی از سران عرب و ادعای کارگردانی مبارزات انتخاباتی رقبا را یادآوری و پیشنهاد کردم با صراحت اتهام‌های نادرست را پس بگیرد. هاشمی همچنین خود را مورد تهاجم افراد لاابالی و ضد انقلاب دانسته و گفت در موقع مناسب انحرافات و حق‌کشی‌های ناگفته انتخابات و اعمال دولت نهم در اختیار مردم و تاریخ قرار خواهد گرفت. اما مهمترین بخش نامه سرگشاده هاشمی رفسنجانی پیشبینی او از حوادث بعد از انتخابات بود. او نوشته بود: بخشی از مردم، احزاب و جریان‌ها این وضع را بیش از این بر نمی‌تابند. آتشفشان‌هایی که از درون سینه‌های سوزان تغذیه می‌شوند در جامعه شکل خواهند گرفت که نمونه‌های آن را در اجتماعات خیابانی در میدان‌ها، خیابان‌ها و دانشگاه‌ها مشاهده می‌کنیم. هاشمی در بخش پایانی نامه تهدیدآمیزش خواستار اقدام رهبری علیه احمدی نژاد شده بود و بیت شعری تأمل برانگیز را برای انتهای کلام برگزیده بود: سرچشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گرفتن به پیل. برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هست. نشاط نمیشه. اصلا جزئیات مهوادارا چیه به نامزدها بعد از روز انتخابات؟ اگر تظاهر کردن به زدن خیابونا. روز 22 خرداد 1388 روزی جاودانه در تاریخ انقلاب اسلامی بود. 40 میلیون ایرانی پای صندوق‌های رأی رفتند تا آینده ساز کشور باشند، اما دشمنان در کمین آبرو و صداقت انقلاب اسلامی بودند. صبح روز جمعه 22 خرداد هاشمی رفسنجانی به همراه خانواده اش در حسینیه جماران رأیش را به صندوق انداخت و در سخنانش بر لزوم صیانت از آراء مردم تاکید کرد. عفت مرعشی همسر هاشمی رفسنجانی و رازدار او اما ترجیح داد که به خبرنگاران بگوید که به موسوی رأی داده است. تصاویر کوتاه منتشر شده از عفت مرعشی بعد از رأی دادن عمق استراتژی هاشمی رفسنجانی در انتخابات دهم ریاست جمهوری را
مشخص میکرد. احتمالش زیاده. باشه با توجه به تعمیراتی که در نظر گرفته شده فکر نمی‌کنی احتمال خیلی کاهش پیدا کنه؟ نه کاهشی هم پیدا نکرد. احتمال تقلب میدی بهشون؟ به شرطی که مردم خودشون بیاد جلو. آشکار تو سیاست مهوادارا چیه به نامزدها بعد از روز انتخابات؟ اگر تظاهر کردن بریز تو خیابونا. شامگاه 22 خرداد پس از آنکه 40 میلیون ایرانی سر صندوق‌های رأی رفتند و کاندیدای دلخواهشان را انتخاب کردند، پرده اول فتنه تقلب در ساختمانی در خیابان جردن عملیاتی شد. میرحسین موسوی که از سوی ابوالفضل فاتح و علی ربیعی همراهی می‌شد، در نشستی خبری خود را برنده قاطع انتخابات خواند. برابر اطلاعاتی که ما از ستادهامون داریم در سطح کشور، برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هست. یک سال به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده بود که هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه از صیانت از آرا مردم و لزوم عدم خیانت به آرا سخن گفته بود. پس از این سخنان، ستادهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی کمیته صیانت از آرا را تأسیس کردند و مهدی هاشمی به نمایندگی از پدرش عضو اصلی این کمیته شد. بعدها هاشمی رفسنجانی گفت که مهدی به دلیل تجربه‌ای که در انتخابات خبرگان داشت با این کمیته همکاری کرده است. مهمترین وظیفه کمیته صیانت از آرا القای وجود تقلب در انتخابات بود و تمام تلاش‌های ستادهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی در این جمله خلاصه می‌شد که تقلبی در کار است. گسترش استراتژی تقلب از سوی هواداران کاندیداها سبب شد تا در اول فروردین 1388 رهبر انقلاب به شدت از تلاش افرادی که می‌خواهند انتخابات 22 خرداد را در ذهن مردم خدشه‌دار کنند انتقاد کنند. من می‌بینم بعضیا از حالا شروع کردن در انتخاباتی که دو سه ماه دیگه انجام خواهد گرفت، از حالا شروع کردن خدشه کردن. این چه منطقی است؟ این چه فکری است؟ این چه انصافی است؟ چرا بی خود خدشه می کنند؟ مردم رو متزلزل می کنند، تردید ایجاد می کنند، که البته در ذهن مردم عزیز ما با این حرفا تردید ایجاد نخواهد شد. بعدها اسنادی از دفتر مهدی هاشمی در دانشگاه آزاد کشف شد که نشان می‌داد القاء دروغ تقلب و متهم کردن وزارت کشور و شورای نگهبان ریشه در اتاق فکر فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی داشته است. گفتم که تقلب از یک زمانی اسم رمز شورش در ایران شد، یعنی به جای اینکه تقلب به عنوان یک نگاه کاملا فنی در انتخابات باشه، تبدیل شد به اسم رمز یک نوع شورشی که توی اون سازماندهی آرا وجود داشت، توی اون فعال شدن نیروها وجود داشت، لشکرسازی برای تقلب وجود داشت در حالی که تقلب لشکرسازی احتیاج نداشت، تمرین پهن شدن مردم توی خیابونها برای اولین بار در ایران شکل گرفت. شنبه پس از انتخابات نتایج واقعی انتخابات اعلام شد و همان گونه که مردم رأی داده بودند، احمدی نژاد با فاصله زیادی برنده شد. ساعت 10 صبح کاخ مرمر میزبان میرحسین موسوی، محمد خاتمی و سید حسن مصطفی بود. آنها آمده بودند تا با هاشمی رفسنجانی مشورت کنند. شنبه جلسه مشترکی که من اطلاع ازش داشتم، جناب آقای هاشمی رفسنجانی، جناب آقای خاتمی و جناب آقای مهندس موسوی داشتن که در اونجا تقریبا هم قسم شده بودن برای اینکه همدیگر رو پشت همو خالی نکنن و با همدیگه کمک بکنن و در حقیقت تنها نگذارن همدیگر رو، در حالی که معلوم نبود که این تنها نگذاشتن برای چیه، یعنی بعد از 11 میلیون. اما در این حال شاید به خاطر شکستی که در این انتخابات افتاده بود، با آقای موسوی همراه شدن که یک نوع معنای خائنانه ای برای کشور میتونست داشته باشه کاری که آقای خاتمی کردن، یا از یک طرف آقای هاشمی رفسنجانی. من احساسم اینه که قصد انتقام از آقای احمدی نژاد در مرحله اول
و قصد انتقام از مقام معظم رهبری در مرحله دوم در ذهن آقای هاشمی رفسنجانی بود. دقیقی پس از پایان این جلسه بود که موسوی بیانیه معروفش را نوشت، بیانیه‌ای که آتش و ستون‌های دود پیشبینی شده در نامه هاشمی رفسنجانی را در خود داشت. در بخشی از این بیانیه آمده بود خائنین به آراء مردم ابایی از آن ندارند که این خانه پارسیان به آتش کشیده شود. این جانب ضمن اعتراض شدید به روند موجود تخلفات آشکار و فراوان در روز انتخابات هشدار می‌دهند که تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نخواهند شد. طبیعت خودجوش واکنش‌های مردم خبر از ادامه دار بودن آن تا رسیدن به نتیجه می‌دهد. از روز شنبه 23 خرداد تا روز پنج شنبه 28 خرداد موسوی و اتاق فکرش با اردوکشی‌های خیابانی و آتش زدن اماکن عمومی می‌کوشیدند که رأی 40 میلیون ایرانی را ابطال کنند. در این میان خانواده هاشمی رفسنجانی در پشت و روی این صحنه مشغول بودند. فائزه هر روز در خیابان ولیعصر تهران حاضر می‌شد و مهدی هاشمی نیز پشتیبانی اختشاشات را بر عهده داشت. یکی از مهمترین اتفاقات خرداد پرحادثه 88 سخنرانی فائزه هاشمی در جمع اختشاشگران در مقابل سازمان صدا و سیما بود. پخش تصاویر فائزه هاشمی در اخبار صدا و سیما خشم عمومی را برانگیخت. فائزه هاشمی در جمع آنها حضور یافت و در سخنانی جمعیت را به ادامه حضور در خیابانها تا کسب نتیجه نهایی. همچنین انتشار فایل صوتی از فائزه که در آن به صراحت از عدم تخلف در انتخابات سخن گفته و البته توهین‌هایی به رهبر انقلاب کرده بود پشت پرده اختشاشات را روشن‌تر از قبل نشان می‌داد. خاتمی که رئیس جمهور شد باز اون نبود، تنها دوره که رهبر واقعی ها الان این یک دوم کسانی که از آقا حمایت میکنن بس سیزو و پاسدارا و انصار حزب الله و ستونی مایا هستن که اونا منافع تو سامی کارهای احمدی نژاده، بنابراین آقا باید منافع اون بس سیزو رو حفظ کنه، اگر نکنه نگرش نمیدارن، در واقع آقا داره بخاطر خودش این کارو میکنه. جلسات دفتر آقای مهدی هاشمی پسر آقای هاشمی برادر این جلسات هم نزدیک به 2 سال داره برگزار میشه، تحت عنوان جلسات صبحانه معروفه. جلسات صبحانه جلسات آقای مهدی هاشمی برادر 2 سال پنجشنبه ها تحت عنوان جلسه صبحانه خونه این آقایون، یعنی آقای مهدی هاشمی، امینزاده، مرعشی، بهزاد نوری، موسوی لاری، افریانفر، پایزاده و بعضا آقای محمد خاتمی داره برگزار میشه. میان صبحانه میخورن تا ظهر هر پنجشنبه دور هم نشستن دارن بررسی میکنن نحوه برگشت به قدرت و نظام رو. خدمت شما عرض بکنم که این جلسات آقای مهدی هاشمی برادر تو این فتنه از موثرترین جلساتی بوده که به جریان انتخابات برگزار میشده و اون چیزی که کف خیابون و کشور رو دچار یک موضوع امنیتی پیچیده و شدید کرد محصول طراحی این جلسه و زیر تحت لوای آقای مهدی هاشمی. ما آقای بهزاد نوری میگیم آقای بهزاد نوری شما با توجه به این سابقه سیاسی که باید میگم شیری که پیل میرفید 2 سال که یک جلسه ای میشستی که یک آدم لام این جلسه رو داره میکرده؟ ولی شما کارش رو تکون میده میگه که بعد من متاسفانه 2 سال تحت تاثیر جلسات این آقا بودم. آقای بهزاد نوری این نگاه خدمت شما عرض بکنم امروز متهم در اختیار ما هست از سرگرده های حرام الاوباش تهران اینها رو از
یه ماه دو ماه قبل همین آقایون تیم این آقای مهدی هاشمی اینا رو دعوت کردن، توجیه کردن، آموزش دادن برای اینکه از اینا بتونن روزی که مد نظر هست بهره لازم ببرن. متهم در اختیار ما هست که شبی 800 هزار تومن ایشون میگرفته به اتفاق رفقاش شرق تهران فلکه چهارراه تهران پارک و نارمک و حقوق ایشون با اراذل اوباش تحت فرمان خودش شبا آتیش بکشه، شبی 800 هزار تومن یک نفر تون میگرفت. متهم روز در اختیار ما هست که شبی 1 میلیون تومن ایشون میگرفت از سرکرده های اراذل اوباش تهران که قرب تهران و میدون کاج همسال اونجاها رو هر شب ایشون با اعوان همسایش با آتیش بکشه. متهم از او در اختیار ما هستش که ایشون مسئولیتش این هستش که میره سیاهی لشکر میاره برای این تهیه کننده های فیلم سینمایی، آدم شناخته شده هم هست این آدم آوردن توجیهش کردن شبیه 2 میلیون این آقا میرفته سیاهی لشکر رو توجیه میکرده که این خیابان ها اتوبوس آتیش بزنن، بانک آتیش بزنن، به نیروهای انتظامی حمله بکنن، توهین به مقام دارالاخری بکنن، به پایگاه بسیج حمله بکنن. این آدم در اختیار ما قریب به 200 میلیون فقط اینو پول گرفتن این سرکرده های عراض رو باش از آقای مهدی هاشمی. جالب اینجاست که میگم وقتی ما میاد که پول بگیریم پول رو یه دسته ای رو میزشون چیده بود دسته دسته رو ما پول میدن. بعد از انتخابات سکوت اختیار کرد و هنوز منتظر جواب نامه بدون سلام و سلامش بود. روز جمعه 29 خرداد رهبر انقلاب اسلامی نماز جمعه تهران را اقامه کرد و همه می دانستند که این جمعه فصل الخطاب خواهد بود. هاشمی اما ترجیح داد غائب مهمترین همایش دوستداران انقلاب اسلامی در خرداد 1388 باشد. رهبر انقلاب اسلامی در خطبه های نماز جمعه پس از تشکر از مردم به خاطر حماسه 40 میلیونی 22 خرداد سخنرانیشان را در روز اول فروردین 1388 در حرم مطهر امام رضا درباره شبهه در صحت انتخابات یادآوری کردند. این خط را از پیش از انتخابات هم شروع کردند. از 2-3 ماه پیش از این من اول فروردین در مشهد گفتن هی دارن دائما به گوش‌ها می‌خوانن تکرار می‌کنن که بناست در انتخابات تقلب بشود، می‌خواستن زمینه را آماده کنن. من اون وقت به دوستان خوبمون در داخل کشور تذکر دادم، گفتم نگید این حرفی را که دشمن می‌خواهد به ذهن مردم رسوخ بده. حضرت آیت الله خامنه‌ای سپس به رقابت‌های جدی در انتخابات 10 ریاست جمهوری اشاره کردند و موضوع مناظره‌های انتخاباتی را ابتکاری جالب و مهم ارزیابی کردند. این مناظره‌ها زد تو دهن اون کسانی که از بیرون تبلیغ می‌کردند که این رقابت‌ها نمایشی است، واقعیت نداره. دیدن نخیر، واقعیت داره، جدی. در مقابل هم ایستادن، با هم بحث میکنن، با هم استدلال میکنن. اما سخن درباره نکات منفی مناظرها ادامه سخنان مهم رهبر انقلاب بود. انسان میدید که در این مناظره ها جنبه منطقی مناظره ضعیف میشد، جنبه احساساتی و عصبی پیدا میکرد، جنبه تخریبی غلبه پیدا میکرد، سیاه نمایی وضع موجود به شکل افراطی در این مناظره ها دیده شد، سیاه نمایی
دوره‌های گذشته هم در این مناظره ها مشاهده شد. هر دو بد بود، فحاشی کردن رئیس جمهور رو، خرافاتی رمال از این نسبت‌های خجالت‌آور دادن، اخلاق و قانون و انصاف رو زیر پا گذاشتن. این از اون طرف، از این طرف هم همینجور، از این طرف هم شبیه همین کارها به نحو دیگری انجام گرفت. کارنامه درخشان 30 ساله انقلاب کمرنگ جلوه داده شد، اسم بعضی از اشخاص برده شد. خب مناظره های زنده تلویزیونی خوب است، اما این آسیب ها باید برطرف بشود. من همون وقت بعد از این مناظره با آقای رئیس جمهور هم تذکر دادم، چون میدونستم ایشون ترتیب اثر میدن. شاید یکی از مهمترین بخش های خطبه های نماز جمعه 29 خرداد توصیف های رهبر انقلاب اسلامی از هاشمی رفسنجانی بود. خب آقای هاشمی رو همه میشناسن. من شناختم از ایشون مربوط به بعد از انقلاب و مسئولیت های بعد از انقلاب نیست. من از سال 1336 یعنی 52 سال قبل ایشون را از نزدیک میشناسم. آقای هاشمی از اصلی ترین افراد نهضت بود، از مبارزین جدی و پیگیر قبل از انقلاب بود، بعد از پیروزی انقلاب از مؤثرترین شخصیت های جمهوری اسلامی بود در کنار امام، بعد از رحلت امام هم در کنار رهبری تا امروز. بارها تا مرز شهادت این مرد پیش رفته. قبل از انقلاب اموال خودش رو صرف انقلاب میکرد، به مبارزین میداد. اینا رو جوانها خوبه بدونن. بعد از انقلاب ایشون مسئولیت های زیادی داشت. 8 سال رئیس جمهور بود، قبلش رئیس مجلس بود، بعد مسئولیت های دیگری داشت. در طول این مدت هیچ موردی رو سراغ نداریم که ایشون برای خودش از انقلاب یک اندوختهی درست کرده باشه. اینا یه حقایقیست، اینا رو باید دانست. در حساسترین مقاطع ایشون در خدمت انقلاب و نظام بوده. من البته در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم، طبیعی هم هست، در مسائل گوناگون، ولی مردم نباید دچار توهم بشن، چیز دیگه‌ای فکر کنن. رهبر انقلاب همچنین داوری دقیق و منصفانه ای از دو قطبی احمدی نژاد هاشمی داشتند. البته بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همون انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود، الان هم هست، اختلاف نظر دارن با هم، هم در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارن، هم در زمینه نحوه اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارن، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارن. و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است. و در انتها رهبر انقلاب دلسوزانه آخرین وصایای امام را به دوستان و همراهان قدیمی یادآوری کردند. پیش خدا مسئولید، از شما سوال خواهد شد. آخرین وصایای امام را به یاد بیارید. قانون فصل الخطابه، قانون را فصل الخطاب بدانید. این تصور هم غلط است که بعضی خیال کنند با حرکات خیابانی یک اهرم فشاری علیه نظام درست میکنن و مسئولین نظام رو مجبور میکنن، وادار میکنن تا به عنوان مصلحت زیر بار تحمیلات اونها برن. نه، اینم غلط. اولا تن دادن به مطالبات غیر قانونی
زیر فشار، خود این شروع دیکتاتوری است. این محاسبه غلطی است. عواقبی هم اگر پیدا کند، عواقبش مستقیما متوجه فرماندهان پشت صحنه خواهد شد. اگر لازم باشه مردم اونها رو هم در نوبت خود و وقت خود خواهند شناخت. شکستن فصل الخطاب رهبر انقلاب اسلامی مهمترین استراتژی فتنه‌گران در روزهای پرماجرای سال 88 بود. یک روز پس از خطبه‌های نماز جمعه 29 خرداد، مرد خاکستری فتنه 88 که دبیر کلی مجمع روحانیون مبارز را بر عهده داشت، پرآشوب‌ترین روز فتنه 88 را طراحی کرد. عصر روز 30 خرداد شاهد شدیدترین درگیری ها، مساجد به آتش کشیده شد و خون ده ها بسیجی و افراد عادی به زمین ریخته شد. بذار من یه مستند از خود آقای موسوی خمینی براتون بخونم. آقای نزدیک بالغ بعد یک هفته هر روز روزی 18 ساعت نشستم کار کردم، بررسی کردم، گفتم در قیمتی شده باید رهبریتون این نماز جمعه بشکنیم، باورتون نمیشه، ابهتشو باید بشکنیم، به هیچ شکل نباید بذاریم که صحبت های ایشون فصل خطاب باشه. تمام امکاناتشون رو بسیج کردم برای اینکه آقا وقتی که نماز جمعه صحبت میکنن قائل نخواد، قائل ادامه بده بکنه، بگن شکست میشه و این کارو کردن. فائزه هاشمی شاخص‌ترین چهره‌ای بود که در درگیری‌های روز 31 خرداد حضور داشت. او در خیابان آزادی مرکز درگیری‌ها توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد، اما پس از یک روز آزاد شد. اکبر هاشمی رفسنجانی درباره این دستگیری گفته بود فائزه برای خوردن ساندویچ به خیابان آزادی رفته بود. هاشمی رفسنجانی پس از سخنان کریمانه رهبر انقلاب در نماز جمعه 29 خرداد قصد داشت تا بیانیه ای صادر کند، اما دستگیری فائزه سبب شد تا این بیانیه هیچگاه منتشر نشود. هرچند برخی افرادی که در آن روزها به ملاقات رئیس مجمع تشخیص مصلحت رفته بودند میگویند که این بیانیه تندتر از بیانیه های موسوی بوده و هاشمی در آن خواستار ابطال انتخابات شده بود. همینک بهرمند می گردیم از خطبه های عالمانه ارزنده و پرصلابت نماز جمعه تهران که خطیب گرانقدر و گرانمایه ریاست محترم مجلس خبرگان رهبری و ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی دام برکاتو ایراد می فرمایند. زمانی که اعلام شد 26 تیر ماه 1388 هاشمی رفسنجانی بر منبر امام جمعه خواهد نشست، مشخص بود که نقطه عطف فتنه 88 فرا رسیده است. خیلی متشکر، موفق و منصور باشید. خداوند شما رو نگه دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. ان شاء الله. خیلی متشکرم.
خیلی متشکر. بگذارید که بحث ها رو شروع بکنیم که مردم تو آفتاب اذیت کمتر بشن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. چند روز مانده به نماز جمعه، میر حسین موسوی و مهدی کروبی اعلام کردند که به دعوت هاشمی رفسنجانی در این مراسم حضور می‌یابند و اهالی فتنه 88 تبلیغات گسترده‌ای برای قدرت نمایی در این روز ترتیب دادند. حضور برخی چهره‌های خاص سیاسی در نماز جمعه 26 تیر ماه جایگاه ویژه دانشگاه تهران را همانند یک میتینگ سیاسی کرده بود. شدت حرمت شکنی اهالی فتنه در روز 26 تیر ماه به اندازه‌ای بود که انتشار تصاویر نماز جمعه مختلط و خواندن نماز با کفش کسی را متعجب نمی‌کرد. هاشمی رفسنجانی پس از مقدمه‌ای طولانی درباره نقش مردم در حکومت نبوی به موضوع انتخابات پرداخت و از تردیدهایی که ایجاد شده و مثل خوره به جان بخشی از مردم افتاده بود انتقاد کرد. میخوام بگم چرا اینجور شد؟ اون چی که من میفهمم و راه حل از توش میخوام در بیارم این است که اواخر دوران تبلیغات ما دچار تردید شدیم، یعنی افرادی پیدا شدن تردید کردن، بذر تردید، حالا به هر دلیل، یا تبلیغات نادرست یا عمل نادرست صدا و سیما یا چیزهای دیگه، باعث شد برده بذر تردید تو ذهن مردم پیش بیاد. ما تردید رو بدترین مصیبت میدونیم. اجازه بدید من که بهتر از شما دارم میگم، شما با شعار تاییدتون کافیه، ول کنید. این تردید مثل خوره افتاد به جان ملت ما. البته خب دو جریانن، یه عده تردید ندارن، قاطعن، ایستادن، کار خودشون میکنن، یه عده هستن که اونها کم نیستن، بخش زیادی از مردم فهیم کشور ما و عالم کشور ما هستن، میگن ما تردید داریم و برای رفع تردید اینها باید کار بکنیم. لزوم دلجویی از بزرگان و آسیب دیدگان و آزادی طراحان و نیروهای عملیاتی اختشاشات بخش دیگری از سخنان هاشمی رفسنجانی بود که مورد استقبال اهالی فتنه قرار گرفت. در مجموع دو پهلوگویی های هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه 26 تیر دقیقاً همون چیزی بود که موسوی گفته بود، که ما هم به اختشاشات خیابانی نیاز داریم، هم به نماز جمعه هاشمی رفسنجانی. همزمان با درگیری‌های روز جمعه 26 تیر ماه، اتفاق مهم دیگری نیز رخ داد. محمود احمدی نژاد ناگهان اسفندیار رحیم مشایی، رئیس جنجالی سازمان میراث فرهنگی در دولت نهم را به عنوان معاون اول رئیس جمهور در دولت دهم معرفی کرد. خدای متعال برای برادر عزیزم جناب آقای مشایی که حالا من باید یه موقعی در وصف ایشون صحبت کنم با دوستان، حالا بحثای شیرین و زیبای اینجا وجود دارد که باید به وقت دیگری موکول کنیم. مسئولیت سنگینی رو جناب آقای دکتر احمدی نژاد بر عهده بنده گذاشتن. من اولا از اعتماد و حسن ظن ایشون صمیمانه سپاسگزار هستم. از پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم
یک روز بعد این انتصاب مورد مخالفت رسمی رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفت، اما احمدی نژاد دستور رهبر انقلاب را با تأخیر یک هفته ای اجرا کرد. حضرت آیت الله خامنه ای انتصاب مشایی به معاونت رئیس جمهور را برخلاف مصلحت و موجب سرخوردگی و اختلاف علاقمندان رئیس جمهور دانسته بود. احمدی نژاد گرچه با تأخیر با استعفای رحیم مشایی از معاون اولی موافقت کرد، اما در اقدامی عجیب او را به سمت مشاور و رئیس دفتر رئیس جمهور منصوب کرد و در مدت کوتاهی 18 پست مهم مدیریتی را به او تنفیذ نمود. این اقدام احمدی نژاد باعث شد تا تازیانه های شماتت مخالفین و معاندین شدت گیرد. هاشمی رفسنجانی نیز حضور رحیم مشایی در بالاترین رده های دولتی را تحقق وجود انحراف پیش بینی شده در نامه معروفش می دانست. مهمترین اتفاق مرداد ماه 1388 برگزاری مراسم تنفیذ رئیس جمهور منتخب بود. در این مراسم وزین حکم محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور دهم تنفیذ شد و در این میان غیبت اکبر هاشمی رفسنجانی که در سفر به شمال کشور به سر می برد به چشم نیامد. در مرداد 1388 دادگاه طراحان و متهمان فسنه برگزار می شد. بسیاری از چهره‌های معروف دوران سازندگی و اصلاحات در این دادگاه حضور داشتند، اما اظهارات برخی نزدیکان مهدی هاشمی رفسنجانی درباره عملکرد فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی بسیار قابل توجه بود. دستور آقای مهدی هاشمی این شرکت‌های ذکر شده با فاکتورهای جعلی و سندسازی موظف شده بودند که برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری کار کنند. به عنوان مثال شرکت 500 میلیون تومان پوستر معروف آقای هاشمی رو چاپ کرد، ولی پولش رو از سازمان بینسازی گرفت. آقای مهدی هاشمی معتقد به پولشویی بودند، یعنی اعتقاد داشت پولهایی که از این شرکت‌ها اخذ میشه باید بره به صرافی، در اونجا چنج بشه، تبدیل به دلار بشه، بعد تبدیل به ریال بشه. یه سری وقتا خودش دلار میداد برای کارهای تبلیغاتی، میگو اول ببرید تبدیل به ریال کنید، بعد تبدیل به دلار کنید، بعد دوباره تبدیل به ریال کنید و مصرف کنید. وقتی حکمت این کار ازش میپرسیدیم، ایشون میگفتن که با این کار اون دستگاه‌های مسئول نمیتونن به سادگی به منشأ پول‌ها دست پیدا کنن. الغای تقلب در انتخابات و شبه‌افکنی در مسیر برگزاری انتخابات توسط متولیان دولتی که در نهایت هدف همه اینها منجر به ایجاد یأس در جامعه و مردم، وحدت شکنی و التهاب آفرینی در سطح جامعه می شد. سایت جمهوریت از طریق آقای مهدی هاشمی و دانشگاه آزاد اسلامی تأمین و تغذیه می شد، به طوری که بنده شاهد بودم مدت طولانی دفتر این سایت در یکی از اماکن دانشگاه مستقر بود و مبالغی رو که بابت حقوق و کار در واقع دستمزد کارکنان و اعضای این سایت پرداخت میشد به وسیله چک هایی بود که از طرف دانشگاه آزاد تامین میشد. اتهاماتی که در این دادگاه مطرح شد به اضافه دیگر اتهامات اقتصادی و امنیتی سبب شد تا دادستان تهران حکم بازداشت فرزند هاشمی رفسنجانی را صادر کند و مقامات ارشد قضایی اعلام کنند که او به محض ورود به تهران دستگیر خواهد شد. پس از دستگیری نزدیکان مهدی هاشمی و قبل از برگزاری دادگاه ها، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی با ماموریت دانشگاه آزاد و حقوق چند میلیونی رهسپار لندن شد. بهانه او تحصیل در دانشگاه آکسفورد و سرکشی به واحدهای دانشگاه آزاد بود. با رسمی شدن دولت دهم و ناامید شدن جریان فتنه از بدعت‌های غیرقانونی مانند حکمیت، فاز جدیدی از فتنه‌گری‌ها آغاز شد. مهدی کروبی در نامه‌ای به هاشمی رفسنجانی مدعی تجاوز در زندان‌ها شد. قوه قضاییه و قوه مقننه پس از تحقیقات گسترده ادعاهای کروبی را رد کردند، اما هاشمی رفسنجانی ترجیح داد تا سکوت اختیار کند. روز
خود سه سال 88 اهالی فسنه با شعار نه غزه نه لبنان به میدان آمدند و صحنه‌های ناخوشایندی را رقم زدند. هاشمی رفسنجانی باز هم ترجیح داد سکوت کند و تنها به نقل از علی لاریجانی بگوید که در روز قدس جمعیت 50-50 بود. دیشب شنیدم که گفتن نه فلسطین نه لبنان جان فدای ایران. شعارهای جمهوری ایرانی فتنه‌گران در روز 13 آبان نیز سبب نشد تا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سکوتش را بشکند. روز 16 آذر دانشگاه شاهد رویارویی دانشجویان انقلابی با فتنه‌گران بود. در این روز فائزه هاشمی با فتنه‌گران همراهی کرد و آنها در دانشگاه تهران تصاویر امام خمینی را به آتش کشید. سکوت خواص مردود و طراحی گسترده فتنه‌گران روز عاشورای 88 را محلی برای حرمت شکنی بی سابقه کرد. اهالی فتنه، بهایی‌ها، منافقین و چند چهره خاص در روز عاشورا به خیابان‌های مرکزی تهران آمدند و ساعاتی یزیدیان راه را بر عزاداران حسینی بستند. اماکن عمومی به آتش کشیده شد. ده‌ها عزادار حسینی مجروح شدند و به نماز جماعت ظهر عاشورا حمله شد. حضور فائزه هاشمی در جمع حرمت شکنان عاشورا راه بازگشتی برای فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی باقی نگذاشت. واکنش‌های گسترده عزاداران حسینی به فاجعه روز عاشورا سبب شد تا میر حسین موسوی در بیانیه‌ای به توجیه اقدامات فتنه‌گران بپردازد. او در این بیانیه پیشنهادهایی را مطرح کرد که شبیه خطبه‌های هاشمی رفسنجانی در 26 تیر ماه بود. اما امواج خروشانی که از فاجعه عاشورای 88 به خروش آمده بود در روز 9 دی به صحنه آمدند تا تجلی دست قدرت پروردگار باشد. در این میان اکبر هاشمی رفسنجانی باز هم ترجیح داد غائب این عرصه باشد. نه دی و 22 بهمن 1388 نقطه پایانی بر 8 ماه نبرد مقدس مردم با فتنه‌گران بود. عملکرد هاشمی رفسنجانی در فتنه 88 سبب شد تا تنها افسانه‌ای از شخصیت دوم انقلاب اسلامی باقی بماند. روز 9 دی مردم بدون مسامحه عاملان و تکیه‌گاه فتنه 88 را محاکمه کردند و این پایانی بر مدارای مردم با فتنه‌گران بود.